دوربین هستند که امکاناتی رو برای خودشون فراهم بکنند و در مقابل رژیم پایداری بکنند. بله، سپاسگزارم از شما آقای حسین بور. کمان که بارها هم گفته شده، این رو خدمتون عرض کنم که نظرات و دیدگاه‌های مطرح شده توسط میهمانان برنامه نظر صدای آمریکا نیست. خب آقای باطبی، در رابطه با نقض حقوق بشر صحبت شد، خبرهای تازه رو گفتید، فکر میکنید در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بنیادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر میتونن چه فعالیتی داشته باشند؟ میتونن چه بشه گفت بهره برداری داشته باشند از این شرایط برای کاهش مواردی که نقض حقوق بشر خونده میشه؟ آقای جوانمردی، اگر شما میتینگ های انتخاباتی رو پیگیری بکنید، میبینید که بیشتر تابلوهایی که مردم به دستشون میگن یا سوالایی که میپرسن دو قالب عمومی داره، یکی جنبه اقتصادی داره و یکی صرفا مسئله حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی دانشجویان. و در کنارش هم نگاه بکنید مطالبات گروه های سیاسی و احزاب رو نگاه بکنید، میبینید این تغییرات تو جانب اونها هم صورت گرفته. مثلا در خصوص همین کردستان، گروه پژاک، گروهی که به هر حال به صورت نظامی کار میکنه، بیانیه رو اخیراً داده در 14 ماده و مواردی رو خواسته که اگر حاکمیت جمهوری اونها رو بپذیره، این گروه در واقع جامعه مدنی میپیونده و سلاح رو زمین میذاره. اگر بخشی از این رو بخونید متوجه میشه شاید 90% اینا تو ظرفیت های قانون اساسی هم وجود داره. یعنی جامعه دیگه الان خواستش خواسته حقوق بشری، این یه پتانسیل برای گروه های حقوق بشری. اما کار حقوق بشری یه کار زمینه در واقع بلند مدت و زمینه خواهه، یعنی ما باید قبلا بسترش رو بسازیم و به مرور زمان به فرهنگ حقوق و بشر برسید، به رعایت در واقع طرف مقابل. بسیار کوتاه بفرمایید که خب این سازمان ها چه کار میتونن بکنن در آستانه انتخابات، چه جوری میتونن، چه فعالیتی میتونن داشته باشن که موارد نقض حقوق بشر رو کاهش بدن؟ سه محور عمده: یک، آموزش مردم نسبت به حقوق خودشون و در واقع حقوق مدنیشون. دو، پیوندشون با رسانه ها و اینکه فضای ایجاد بکنن مطالباتشون بسن به صورت عمومی مطرح بکنن. و سه، اینکه این مطالبات رو خودشون هم از کاندیداها بخوان. سپاسگزارم از شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر رسیدیم. موضوعات زیادی هست، متاسفانه باید برنامه رو تموم کنیم. از میهمانان گرامی بسیار سپاسگزارم، از همکاران تفسیر خبر. تا برنامه دیگر همه شما رو بدرود میگیم، سپاسگزاریم.